نیمه نخست قرن 14 خورشیدی دوره نوسازی شیوه تولید، توزیع، فروش و تبلیغ است. دوران داد و ستد و گذر از مرزهای تجارت سنتی. در عصر رونق نمایندگی های فروش محصولات خارجی، یک ایرانی تجارت پیشه و متجدد به فکر راه اندازی کارخانه تولید مواد خوراکی می افتد تا به جمع نسل تازه صنعتگران کشور وارد شود. او می خواهد از تولید کالا تحت لیسانس شرکت های خارجی فراتر رود. اگر کارآفرین به معنی همون واژه کسی که کار درست میکنه، شغل ایجاد میکنه نگاه کنی، همه اینا واژه دمون میشن. نام او علی خسروشاهی است، پایه‌گذار گروه صنعتی مینو. علی خسروشاهی در سال 1290 خورشیدی در تبریز به دنیا می آید. مادرش سارا سلطان خانم هشت‌رودیان به غیر از علی یک پسر کوچکتر و 6 دختر دارد. حاج غفار پدرش از بازرگانان نامی تبریز است که با خانواده از خسرو شهر یا خسرو شاه به تبریز نقل مکان کرده و با برادرانش در کار تجارت پارچه، کاغذ، چاپ و شکر است. علی در مدارس رشدیه تبریز و شرف همدان درس می‌خواند. تا سال 1308 که برای تحصیل در مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی به دانشگاه تهران می رود. زبان فرانسوی را که از دایی خود آموخته بود بعدتر در دانشکده حقوق تکمیل می کند. زبان انگلیسی را نیز با تمرین و گوش دادن به رادیو می آموزد. به گفته پدرم در جنگ جهانی دوم اخبار تأثیر زیادی بر بازار می زاشت. اون انگلیسی یاد گرفت که با گوش دادن به بی بی سی قبل از بازاریای دیگه از اتفاقات آگاه بشه تا معاملاتشو بر اون اساس انجام بده. علی پس از پایان تحصیلات در کارخانه ریسندگی آذربایجان در قزوین نماینده پدرش میشود. اولین خانواده بودن که در زمان رضا شاه 1314 کارخانه پارچه‌بافی آذربایجان رو زدن. دوران جنگ جهانی دوم شده، اشغال متفقین و جنبش کارگری به وجود اومد، اینا دائما با اعتصابات کارگری روبرو بودن. تردید داشتش که آیا میتونه وارد این کار بشه، با اون مشکلات کارگری روبرو میشه یا نمیشه. علی با فاطمه رفی، دختر قائم مقام ملک، ازدواج میکنند. پدرزندش حاج آقا رفی یکی از نزدیکان رضا شاه و محمد رضا شاه بود، ولی از این ارتباطات سودی به دست نیاورد. سال 1330 پدر آقای علی خسروشاهی فوت میشه و این اسنادی که تو خانواده هستش نشون میده که تقسیم میشه این مال و سرمایه‌ای برای کار دیگه نمیموند. چندی بعد پس از فائق آمدن بر مشکلات روحی و مالی ناشی از مرگ پدر، تصمیم می‌گیرد تا با وارد کردن اجناس کمپانی نسله و ارزان فروختن آنها نشان دهد که قادر است بهترین نمایندگی این شرکت در ایران باشد. به خواسته خود می‌رسد و در سال 1333 نماینده انحصاری نسله در ایران می‌شود. حالا در نیمه دهه 30 خسروشاهی یک وارد کننده و توزیع کننده درجه اول است. علاوه بر بلور، منسوجات، دارو و مواد خوراکی وارد و کشمش و فرش صادر می کند. یکی از اقلام وارداتی پرآوازه او بخاری شعله آبی علاءالدین است که با کمترین هزینه حداکثر حرارت را برای گرم کردن اتاق یا طبخ غذا فراهم می آورد. گروهی را با وانت به شهرهای دور و نزدیک می فرستد تا اجناس را عرضه کنند.
به همین شکل سیستم توزیع نوین خسروشاهی شکل می‌گیرد. شرکت تولید کننده پودر تاید نیز خسروشاهی را به عنوان نماینده تحت لیسانس خود برمی‌گزیند. حوله لطیف‌تر و نرم‌تر از روی ما رویان هدیه جدید تاید. تاید زندگی تجاری و صنعتی خسروشاهی را طوری متحول می کند که او موفق می شود شرکت سهامی خاص خوراک ایران با هدف واردات و توزیع شیر و غذای کودک، دارو و شکلات را تأسیس کند. به این ترتیب در سال 1338 به منظور تولید مواد غذایی و دارویی پارس بینو راه اندازی می شود. با تولید آب نبات و تافی آغاز می‌گردد. سپس برای اولین بار ویفر مینو در شهریور 1341 به بازار می‌آید که مردم از آن استقبال بی سابقه ای می‌کنند. شما چرا ویفر مینو را انتخاب کردید؟ مینو اینقدر خوشمزه است که دلم می‌خواد عروسک من اونو بخوره. بر هر چه مارک مینو همتا ندارد. آدامس شیک را تولید می کند که در مدت کوتاهی بازار را از شرکت سازنده آدامس خروس نشان می گیرد. کمی بعد با اضافه شدن دو محصول کیتکت و اسمارتیز تحت لیسانس شرکت راونتری مکینتوش انگلستان، مینو از نظر تولید و فروش شکلات در جایگاه نخست کشور می ایستد. نه شکلاتی ونیلی خسروشاهی در سفرهای خارجی خود خوراکهای مختلفی را در نمایشگاه ها و مغازه ها می چشید تا اینکه به محصول خوشمزه‌ای برخورد. در کودکی با مادرم به یک قنادی در خیابان نادری می رفتم. یک شیرینی داشت به نام پفک، خیلی مورد علاقه من بود. محصول من هم خیلی پف داشت، شور هم بود. برای همین تصمیم گرفتم اسم آن را بگذارم پفک نمکی. پفک نمکی یکی از موفق‌ترین و پرفروش‌ترین محصولات مینو می شود. به قدر موفق که بعدها مینو تصمیم می گیرد برای تولید آن واحدهای دیگری در شهرستانها و شیخ‌نشین‌های خلیج فارس و عربستان سعودی راه اندازی کند. در دهه 50 خورشیدی مینو ماهانه 90 میلیون بسته پفک نمکی تولید می کند که یک سوم آن به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می شود. در سال 1354 در زنجان کارخانه خرم‌دره مینو نیز راه می‌افتد. روزانه 300 تن جنس به این کارخانه وارد و از آن خارج می‌شود تا حدی که شرکت‌های ترابری منطقه از عهده حمل و نقل آن بر نمی‌آیند. مینوی خرم‌دره یکی از 4 شرکت گروه صنعتی مینو در کنار شرکت صنعتی پارس، شرکت خوراک و شرکت پرسویز بود. کار مهم مشارکتی بودش که داشتن با اورال و لانکوم می‌بستن و یه رقابتی تو محصولات بهداشتی و آرایشی با خود تولید دارو هم داشتن که فامیلاشون بودن. خسروشاهی در زمینه تولید لوازم آرایشی در سال 1357 از تمام رقبای خود پیشی گرفته است. او تا آن زمان برای پدید آوردن و حفظ چنین مجموعه موفقی ابتکارات زیادی به خرج داده بود. از جمله تأسیس نظام بروز توزیع و فروش که تا پیش از آن توسط بنکداران بازار به شکل سنتی انجام می شد. در این حال با اتکا به متخصصان خارجی و مدیران آموزش دیده داخلی از بازاریابی مدرن بهره می گیرد تا به طور علمی ذائقه، سلیقه و رفتار مصرف کنندگان را تحلیل کنند. در کارخانه‌اش غذای کارمندی مقداری گرانتر از غذای کارگری است. او برای دلگرمی کارگران همیشه در رستوران آنها غذا می خورد. آقای خسروشاهی انسانی ساده زیست، آینده نگر، منظم و باهوش بود. هرگز با کسی که رشوه می گرفت کار نمی کرد.
با وقوع انقلاب خسروشاهی هنوز امیدوار است که به دلیل ماهیت خوراکی و دارویی تولیداتش بتواند فعالیت خود را ادامه دهد. آن زمان فروش مینو در کشور معادل 200 میلیون دلار و صادرات آن 20 میلیون دلار تخمین زده می شود. تا اینکه در بهمن 58 با یک مشکل جدی مواجه می شود. بعد از 13 آبان اروگانگیری در کارخونه هم خیلی زیاد شد. کارگران دستگیرش بکنن و 12 روز اونجا گروگان گرفته می شه. گروگانگیری ها می گویند او با تولید لوازم آرایش اشاعه فحشا کرده است. انتقال تکنولوژی پفک به عربستان را نیز خیانت به صنعت کشور قلمداد می کنند. سرانجام با دخالت دادستانی او را آزاد می کنند، اما در فروردین 59 یک ضربه کاری به شرکت مینو وارد می شود. بنی صدر رئیس جمهور وقت اعلام می کند که شورای انقلاب اداره کارخانجات گروه صنعتی مینو را به وزارت صنایع سپرده است. خسرو شاهی چند ماه بعد از واگذاری کارخانه‌ها و اموال در سال 1359 دلشکسته کشور را ترک می‌کند. بخشی از باغ خسرو شاهی در جماران در اختیار آیت الله خمینی قرار می‌گیرد. و 7000 متر مربع از آن در اختیار مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی است. علی خسرو شاهی سرانجام در سال 1377 خورشیدی در حالی که 87 سالگی خود را سپری می کرد دور از زادگاهش چشم از جهان فرو بست.